خدمت شما عرض کنم که ببینید تو انتخابات ریاست جمهوری 92 خب ما یه سری جلساتی رو داشتیم. تو این جلسات بحثایی میشد که کف خیابون وضعیت چیه. بالاخره در یه جلسه گزارشی داده شد، توسط خود منم دادم گزارش رو دادم که خدمت شما عرض کنم که بر اساس گزارشاتی که ما داریم تو این انتخابات آقای هاشمی رای میار و کف خیابون. حالا یه عزیزی هم تو اون جلسه گفت آخه یعنی چی؟ یعنی مثلا بچه حزب الله یا مثلا میذارن این اتفاق بیفته و اینا. گفتم من بحث بچه حزب الله نه، من دارم کف خیابون جامعه رو میگم بر اساس اطلاعاتم، چون من هر جام بودم تا حالا با همیشه بر اساس کف خیابون حرف میزنم، یعنی باید اطلاعاتمون اینجوری باشه. بعد خدمت شما عرض کنم من اقدامی که کردم این بود که اومدم هزینه فایده تایید صلاحیت و رد صلاحیت ایشون رو نشستم تو دو صفحه نوشتم که منم بر اساس نظامم این کارو کردم. ببینید من هزینه فایده تایید و رد صلاحیت ایشون رو بر اساس حفظ نظام نوشتم، نه چیز دیگر. وقتی نوشتم ایشون تایید بشه برای نظام این فواید رو داره، این هزینه ها رو داره، رد صلاحیت بشه برای نظام این فواید رو داره، این هزینه ها رو داره. بعدم جمع‌بندی کردم که با توجه به موقعیت نظام و مسائلی که وجود داره ایشون به مصلحت نظام رد صلاحیت بشه. دلایل رد صلاحیت هم آورده بود. شما رد صلاحیت آقای مرحوم هاشمی رفسنجانی رو تأکید کردید؟ بله، من بر اساس عرض کردم همون هزینه فایده. جلسه شورای نگهبان هم من رفتم تو جلسه شورای نگهبان و خدمت شما عرض کنم که اونجا دقیقاً اون چه رو به جنبندی رسیده بودم همه رو براشون خوندم. خب فقهای شورای نگهبان و حقوقدانای شورای نگهبان هر چه تو ذهنشون گشتن که یه انقرتی به مجموعه من بیارن که مثلا اینجاش قابل قبول نیست، نتونستم. و خدا رحمت کنه، حالا بعضی از اون اعزه فوت کردن، آقای آیت الله مؤمن بودن، آیت الله هاشمی شاهرودی بودن، آیت الله یزدی بودن، اینا فقهای شورای نگهبان بودن. این عزیزان همشون گفتن هیچ چیز برای ما نمون، یعنی چیزی که مثلا انقرت بتونیم بگیم. فقط یکی از حقوقدانهای خدمت شما عرض کنم شورای نگهبان یه سوالی رو مطرح کرد در مورد اینکه خب ایشون مثلا چی گفتم. ببین من دارم نظام رو میگم، من شخص رو کار ندارم، این نظام خیلی گنده گنده ها فداش شدن، من شخص رو نمیگم، من دارم میگم نظام حفظش این هزینه و این فایده رو داره. و دیگه حالا بعدم آقایون تصمیم گرفتن.